مبارزینه ایران و سه بار هم مبارزین افغانستان تانستن در اولین و نخستین رقابت و مبارزات آزاد یا امامه در رنگ امشب پیروز شدن. بله این مسابقه مرکزی یا پنج راوند پنج دقیقه ای است و این راوند اول تا لحظاتی دیگر آغاز خواهد شد و قسمی که معلوم بشه فایدر ایرانی از قد و اندام بلندتر برخوردار است، اما فکر میکنم که از ضربات خوبی آقای مبارز در قسمت بوکس برخوردار است. حالا رقابت آغاز بشه، رقابت دیدنی به شکل ستنه مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید میتونه شنونده و بیننده باشه. بیراخا مبارز در برابر محمد رضا لوکیک میزنه و سمت حریف باید به هم نیزی شوند، همچنان فعالیت میکنه. حالا حرکت حاکم از طرف حاکم ایرانی اما خطا رفت، فایتر ایرانی آیکیک بیراخا مبارز حریف Yeah.
دیدنی، مهیج، زیبا و شکل زنده و مستقیم بتونید از شبکه جهانی را دو تلویزیون فرشید بیننده باشه یا از طریق رادیو بشنوه. ولی یک دقیقه سپاید گنده بچونه از آفرده دو مبارز وارد رنگ شدن، واقعا میراقا مبارز خوش درخشید و عالی کار کرد. اما یک دقیقه ایرانی و هم حریف زیرک و هوشیاری هست محمد رضا زیرکی در برابر میراقا مبارز چه خواهد شد؟ این رقابت جذاب و دیدنی علی احمد افشار حکم بالا میفهم که رفت صبح کردم که یک دقیقه از راوند اول باقی مانده بود، اما نمیفهم با چی خاطر فایت استاپ شد و مسابقه را استاپ کردم. کمی خراشیدگی روی صورت حریف ایرانی، نه ای به این منظور نیست که خراشیدگی در این صورت پیدا شد و فایت استاپ کنیم، باید فایت تا آخر دوام میکرد که دوام پیدا میکرد. میراقا مبارز آماده میشه از سوی مربیان خودش و در مقابل محمد رضا لیگی از کشور ایران، سه بار مبارزین افغانستان، سه بار مبارزین ایران تانستن در رقابت های امشب پیروز باشند. در این رقابت سرنوشت ساز شده برای اولین بار با ابتکار شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید و سازمان ای‌اف‌سی این رقابت ها در افغانستان برگزار میشه. 45 روز دیگه هم رقابت های بعدی در راه است و شما بینندگان عزیز میتونید رقابت ها را هم از طریق شبکه جهانی تلویزیون خورشید بیننده باشین. بازی رقابت دو مبارز تا اینجا کار متوقف شده. ببینیم که چه تصمیمی از سوی هیئت جوری و سرحکم استاد واسه قیومی گرفته میشه. صحبت ها اونجا ادامه داره. سایل علیمزاده هم هست، استاد واسه قیومی، استاد سیار، هیئت جوری و هیئت برگزاری رقابت ها. منتظر هستیم تا حکم چی نتیجه ای را اعلام میکنه و استاد علی احمد افشار حکم بین المللی افغانستان خواهش میکنه تا مسئولین از رنگ خارج شوند. اشتباه کنند. رقابت دیدنی تا لحظات دیگر آغاز میشه. راند اول با پایان رسیده بود و راند دوم تا لحظات دیگر آغاز میشه. باید کاملا خوش شود رنگ و بعد از اون رقابت دوباره دنبال شود. منتظر هستیم تا رقابت در راند دوم آغاز شود تا لحظات دیگر و رقابت دیدنی میراقا مبارز در برابر محمد رضا ریگی از کشور ایران. هشت رقابت برگزار شد. این همین رقابتی است که شما به شکل زنده و مستقیم از طریق شبکه جهانی رادیو تلویزیون جهانی خورشید تماشا میکنید. برای نخستین بار در افغانستان اوج حساسیت رقابت و حرکات دیدنی به شاهد بوده. نه مشکل تو نیست دوستان. در نیمه در راند دوم فکر میکنن که چه اتفاقی رو خواهد داد و آیا میراقا مبارز میتونه کار حریف خودش اکثره بکنن؟ اگر روال برنامه یا منوال برنامه این قسم پیش بره میراقا مبارز برنده هست، چون راند اول مکمل به نفع خود رقم زده، راند اول برنده شده و قسمی که معلوم میشه از قدرت بدنی و فیزیکی بسیار خوب برخوردار است. پشت های آهنینی که زد واقعا دیدنی بود در راند اول. خب شانس یاری کرد. به هر صورت ما گفته میتونیم که با فایتر ایرانی شانس یاری کرده، چون تا حالا اشتباهی که برشان پیش شده در حدود مسابقه را یک دقیقه کمتر گرفته. اگر متوجه صورت حریف ایرانی میراقا مبارز شدن کمی خرشیدگی دیده میشه و این نشان میده که میراقا خوب کار کرد در راند اول. منتظر آغاز راند دوم هستیم. حکم علی احمد افشار صحبت میکنه با مسئولین. باید زمین رنگ بشه و بعد از آماده رقابت شده تشریف بشه. میراقا مبارز از سوی هواداران خودش در استیدیو. علی احمد افشار حالا مسئول آغاز راند دوم را صادر میکنه. بیشتر یاد کردم آقای مبارز خودش هم همچنان یاد کرد که میراقا مبارز خودش بسیار زیاد دوست داره. البته میراقا مبارز یکی از شاگردانش است و کسی است که کمربند کشیده و کمربند یا بلت خود ایف‌سی را هم داره. نزدیک بشن میراقا مبارز خود را بکنم. اوکی باشه. اوکی باشه. اوکی باشه.
مبارک میخوام که علی خدا خدا ولی خدا آخرین بار میرم خدا مبارک بسیار خیلی برتو با برتو با صرف میروغم مبارک سر میرم خدا مبارک بسیار خدا مبارک ببینم که حریف ایرانی در راند دوم آیا تسلیم میشه یا کار به راند سوم و چهارم میکشن. نظر شما چی است؟ خوب اگر میروغو مبارز از تکنیک و تکنیکایی که در قبل ما موخته اگر استفاده کنه در این حالت 99% برنده شدن میروغو مبارز امکان داره. اما نه باید از آمادگی جسمیه حریفش هم خواهد شد. آمادگی جسمی خوبی داره کار جلکارت هم سر در باید میروغو مبارز ایستادگی بکنه و میروغو همینطور در کنار قفس تحت فشار قرار داده. بله قسم شما شاید دیگه نه تنهایی این فایتر ایرانی دیگه فایترهای شما از امو فیزیک و توانایی بدن و قدرت بدنی بسیار خوب برخوردار بودن. هرچه حساسیت دلهای اصلا در کنار قفس میروغو مبارز خاموشای آهنین خودش آکر به صورت حریف میگنی زربه میزنه و میتونه تو در رد به اون پیروز شده. میروغو همچنان روی خاک حریف خودش در اختیار داره با ضربات و مشایگه به صورت حریف میزنه. بله قسمی که معلوم بشه از گراند هوکای بسیار خوب استفاده کرده رویست و قسمی که شما میبینید آقای باز محمد مبارز هم نزدیک فایتران قرار گرفته و آقا مبارز دارای کمربند سی هست و سی نخیر دارای کمربند AFC دارای کمربند AFC هست و اون توانسته در این رقابت در برابر حریف ایرانی خودش به خوبی بدرخشد. اما این دایره کار نیست و هنوز این چیزی مشخص نیست و باعث میشه که در ادامه کار و در ادامه این رقابت چه اتفاقی رو خواهد داد و به قول شما هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست. خب قسمی که شما شاید هستید در حدود 3 دقیقه از این راوند ما پشت سر گذاشته ما دیدت بگم اوکی است. اگر میروغو مبارز بتونه دیدم بیشتر هم یاد کردن فایتر ایرانی از توانایی خوب برخوردار است و مقاومت زیاد داشته در مقابل ضربات. میروغو مبارز هم همچنان بر حریف خودش فشار میاره و باز محمد مبارز مربی او در کنار رینگ هست. لحظات پایانی راوند دوم هم در حال سپری شدن هست. همچنان رقابت میروغو مبارز و محمد رضا رینگ ادامه داره. میروغو آفرین خوشای آهنین میروغو آکر آکر یک طرف ها جیریان داره و این راوند ایمو هاکن خوب از گراوند هوک های بسیار خوب استفاده بکنه از ایمو های بسیار خوب استفاده بکنه کنار رنگ هم میبینه که چی شروعش بکنه شما شاید از دسانه های بسیار اخیر قرار داری حضرت پایی و ایمو نمیخوای تصیب شده قصد شده نمارم ازاریگی میره چی؟ چاره و چی؟ اگه معلوم بشه میراغو مبارز هم خسته به نظر برسه و از ضربات زیاد استفاده کرده زیاد دربازه و زیاد تحرک داشته به او خاطر خسته شده و فکر میکنم که این راوند براوند سوم ما امکان داشته بیشتر جانب شده خودم و اگر به هم سوم بره روحان کار برای هر دو مبارز سخت بشه خسته به نظر میرسن هر دو مبارز خسته شدن زدن و حالا راوند دوم به پایان میرسن. منتظر خواهیم بود تا به راوند سوم بریم و ببینیم که کدام مبارز به پیروزی میرسن. مسئولین تدارکات دو تیم دو مبارز به حریف میآیند خیلی گیج کشید معلوم بشه جناب دکتر. خوب قسمی که شما اگر همکاران تختی گیری تختی که ما بتانند تکرار ضربات مبارز برای ما به تصویر بکشن مقبولشان میشیم. فکر میکنیم در راند سوم چه اتفاقاتی رو خواهد داد؟
در راوند سوم اگر همین قسم پیش بره مسابقه برنده مشخص میشه و مشخص است، چون اگر سه راوندم آقای مبارز یا امیر آقای مبارز برنده شوه، برنده میدان است. تاکنون هیچ مبارزی نتونسته در این رقابت پیروز شوه و میرآقا مبارز در برابر محمد رضا دیگی 24 ساله است. میرآقا 27 سال سن داره و باید ببینیم که در راوند سوم چی خواهد شد و کدام مبارز پیروز این رقابت خواهد بود. هر دو مربی و مسئولین به مبارزین خودشان رسیدگی می کنند و پروتوزنده کنند با آب، اما باید مراقب باشند که رنگ تر نشد و باعث لغزندگی برای مبارزین نشد و مشکلاتی که در عین مبارزه به وجود نیاید. منتظر آغاز راوند سوم هستم. نخستین داون رقابت های مبارزات آزاد یا MMA با ابتکار سازمان UFC و شبکه جهانی تلویزیون خورشید برگزار میشه و شما نظارگر فایت مرگ دهایی هستین و باید ببینیم که محمد رضا دیگی از ایران و میرآقا مبارز از افغانستان کدامشان پیروز این رقابت خواهند شد. از جناب دوار وسط خواهش مایی هست که فایت آغاز کنن و کوچا را باید دست آدارا را کوچا را بیرون بکشن. مشکل داخل رنگ است و هنوز درست رنگ آماده نشده و بایستی ببینم که میرآقا در راوند سوم چه میکنن. راوند چهارم من فکر میکنم در کار هست و فکر میکنم که در راوند سوم این مبارزه پایان برسد. هر چیز پیش بینی نمیشه جناب میری، امکان داره که در راوند سوم راوند سرنوشت ساز باشه و باز هم ما چیز گفتن نمیتونیم. هر دو فایتر از توانایی خوب برخوردار است و ببینیم که نتیجه فایت چی میشه. راوند سوم و راوندی که میتونه سرنوشت ساز باشه برای هر دو مبارز. راوند سوم تا لحظاتی دیگر آغاز میشه و میرآقا مبارز در برابر محمد رضا دیگی از ایران، سه بار مبارزین افغانستان و سه بار مبارزین ایران تونستن در رقابت های بین المللی امشب پیروز شوند. علی امان افشار شوهر اول حالا دستور صادر می کنه تا با رقابت آغاز شوند. بله قسمی که معلوم بشه راوند سوم هم معلوم فایتر ایرانی از لحاظی روحی‌روانی بخواهی بیا خواهر کمی تحقیم خوب از نگاه روحی‌روانی بسیار بولا هست، اما بیرخوا نباید از اونی شما نخنده و قسمی که معلوم بشه فایتر ایرانی بولای پای از هنوز هم یعنی خسته نشده و معلوم بشه نیکوی بسیار خوب استفاده کرد. بیرخوا مبارست در کنار تحت فشار نیک محمد رضا دیگی هست. نیک میرآقا مبارز، نیک دستی میرآقا مبارز و حالا حریف ایرانی آکن، آکن از طرف ایرانی. نیک راوند سوم نظارگر مبارزه میرآقا مبارز از افغانستان و محمد رضا دیگی از کشور ایران هستن. واسه نیک گرد لیگی حریف ایرانی مبارز. کار بسیار جنجالی شد به نظر میرسد جناب جسور و فکر نمیکنید که راوند سوم هم کمی با تاخیر راست پری میشن. قسمه که معلوم بشه هر دو فایتر خسته هستن و هر دوشون اینجا هم هموطنان ما در من دعاگوی میرآقا مبارز هستن. باز محمد مبارز به کنار رنگ می آید و حریف ایرانی در برابر میرآقا مبارز. میرآقا همچنان حریف در اختیار دارد. میرآقا مبارز کنار رنگ، میرآقا در رنگ سرمان در برابر
جناب باز محمد مبارز هم بسیار در حالت استرس قرار داره و کوشش میکنه که روحیه بده فایتر خدا یا شاگرد خدا، کسی که سرش سالها زحمت کشیده و تونسته در جای برسونه. البته میرو آقا مبارز یکی از فایترهای بسیار خوبی افغانستان است که 5 ریکارد بین المللی داره. بله، میرو آقا مبارز همچنان حریف در اختیار آقا علی. ولی حریف او واقعا از نگاه جسمی در شرط بسیار خوبی هست، واقعا دسته که معلوم میشه رویه بسیار خوب داره فایترهای ایرانی همچنان کار تونسته در برابر میراقا مبارز مقاومت بکنه. بله بشک، واقعا از مقاومت بدنی یا از قدرت بدنی بسیار خوب برخوردار هستن. باز میراقا بکار نکنه میراقا مبارز. خب برخلاف مبارزهای قبلی میراقا بسیار زیبا و اولی که هسته که دوام میتونه و از ضربات بسیار خوب استفاده میشه و ما از مردم مسلمان خود خواهشی داریم که به خاطر نیروهای مبارز، نه به خاطر خودشان، به خاطر بیرق پر افتخارشان دعا کنند تا برندش. ما فکر میکنم به های مجرای تنفسی حریف خودشان تنگ و بنگار بکنند تا فشار قرار بگیرند. نظر شما چی هست؟ خوبی یه میخواه که دیگر
محمد رضا نگی در برابر ایراقا مبارز همچنان مقاومت کرده و مربی ایرانی به اون صحبت میکنن، مربیان ایراقا هم در کنار او هستن. ایراقا بات جذاب و دیدنی، باید ببینه که کدام مبارز برنده این رقابت خواهد شد. ایراقا تلاش زیادی کرد تا ریگیره با حرکت سبتشن ضربه فنی بکنه اما موفق نشد و سرام تو جکار دنبال شد و رامد چهار هم در راه هست. بله، شما چی فکر میکنین؟ آیا ریگی دوچار مشکل میشه؟ خب قسمه که شما شاهد هستیم تا فعلا از قدرت جسمانی و توانایی بسیار خوب برخوردار بوده و ضربات نیروهای مبارز برداشته تسلیم نشده، از این بابت هم امکان داره که فایت دوام پیدا کنه تا حتی فایت نیماش امکان داره که پنج راوند دوام کنه. برای اولین بار نخستین دور رقابت های مبارزات آزاد یا MMA به شکل زنده مستقیم از طریق شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید تقدیم شما بینندگان عزیز میشه. بیننده رقابت ایراقا مبارز و محمد رضا نگی هستند. ایراقا از سوی هوادار خودش تشویق میشه، ملاقات میخواست به صورت ایراقا هایکیک فقط نخورد. ایراقا عزادی بکنه حریف را. آقای مبارز در برابر محمد رضا نگی حالا ریگی از طرف فایتر ایرانی یا از طرف محمد رضا ریگی ایراقا مبارز کمی خسته من از هم بیره قسمه که معلوم بشه هر دو فایتر خسته هستن. حالی ایراقا حریف خودش در اختیار دارم. ایراقا مبارز در کنار آده خوب در اینجا قسمه که معلوم بشه یکک بزنه حریف ایراقا از همون آیه میخواد ایراقا ضربه بزنه. ایراقا حریف را حالا در اختیار میگیره، همچنان رقابت دیدنی دنبال میشه. در راوند چهارم ایراقا مبارز نیکه کیک باسم به نیکه از طرف فایتر ایرانی اما بهدام نخورد. حالا ایراقا حریف را هر دو فایتر خسته هستن و میخواهم که وقت رو ضایع کنن. خسته به نظر میاد اگر فایتر میخواستیم دوام کنن، اگر فایتر هم بخواهم نفس بگیرن یا اینکه وقت رو ضایع کنن، داور وسط اجازه داره که فایتر داخل رنگ یا داخل قفس اعلان کنه، سری پای اعلان کنه. مربیانه دو مبارز در کنار رنگ هستن و چرز فنازه ها و مبارزین بهتر میرفا خسته و همچنان محمد رضا نگی از ایران هم خسته به نظر میرسن. ایراقا مبارز بتانه به حریف ضربه بزنه و در راوند چهارم هنوز چیزی مشخص نیست. قسمی که معلوم بشه ایراقا مبارز بالای سینه حریف قرار داره و میتونه داور مسابقه را سر پای اعلان کنه، چون هر دو فایتر عکس العمل نشان نمیده. با وجود تلاش زیاده ایراقا مبارز هنوز حریف ایرانی تسلیم نشده و این رقابت ادامه داره. کفر شدن به یکی دیگه هر دو مبارز. حکم باید ببینه که چی تصمیم میخواهد گرفته. این قدر حالا ایراقا قفص روحانی رقابت زیبا و جذاب دنبال بشه. شکل زنده رو مستقیم از طریق شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید نظاره‌گری رقابت حساس هست. باسم ایراقا آکل آکل ایراقا مبارز همچنان ایراقا فشار داره بر حریف. چی جریان داره جناب بابتر؟ قسمه که معلوم بشه هر دو فایتر خسته هستن و سیدیو و میرخوا مبارد باستم آکن این رقا
رابطه دیده که همچنان ادامه داره. بولند ایرانی شریعه بزنه که باید سر پا شوند هر دو مبارز. اما داور من هم بفهم که وقت و زمان چقدر باقی مانده تا پایان راند چهار رو حمله کن بسیار میرخا مبارز سر با میرخا های کار حریف تمام بکنه میرخا مبارز میرخا حریف را بکنه میرخا به حریف باشد باید بکنه میرخا مبارز آخری میرخا باشد میرخا باشد میرخا 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 فایتر ایرانی در زیر قرار دارد و از پرتوبای بسیار خوب استفاده کرده میراقا مبارز در هر راوند به در مسابقه ها میراقا بسیار خوب کرد. اما مهمی است که بتونه حریفا از خود در بیاره. نفت میکنم که راوند چهارم هم به پایان رسد. راوند چهارم به پایان برسد دوباره باید برگردیم و باز محمد مبارز هم در کنار رگ دیده میشه. بله قسمی که معلوم بشه تا به حال میراقا مبارز برنده میدان بوده و تمام راوندها را به نفع خود رقم زده و بسیار فایت خوب ازش شاهد بودیم. به هر صورت اگر با یونان دیستیشن بره و مسابقه 100% برنده آقای میراقای بوده. آقای شیبه اختار به حریف ایرانی داده میشه در راند پنجم؟ نه اختار در نظر گرفته نمیشه چون هر دو فایتر فعالیت دارن اما چون خسته شدن با اون خاطر به ادامه بدیم. آغاز راوند پنجم هست. نفر لحظات دیگر راوند پنجم آغاز میشه. میراقا مبارز در راوند پنجم در برابر محمد رضا ریگی قرار میگیرند و از سوی مربیان تو مبارز آماده میشن. حریف ایرانی با جسامت خوبی که داره در برابر مبارز افغانستان خوب تارسته استادگی بکنن. جهد پنجم اگر به دونتشه با پنج روشن چه خواهد شد؟ در جهد پنجم اگر این رقابت باز هم بین نتیجه بانه چی خواهد شد؟ خوب گفتم در یونان دیسیژن میره در حالت یونان دیسیژن برنده میراقا مبارز است. میراقا مبارز و محمد رضا ریگی در وزن 70 کیلوگرم چرا عزت دیگر راند اخیر این رقابت آغاز خواهد شد. هر دو مبارز خسته هستند اما یک راند دیگر باقی مانده. راند انجام فلحظات دیگر آغاز بشه. مربی ایرانی خرو تازه میکنه مبارز ایرانی را. راوند پنجم تا لحظات دیگر آغاز خواهد شد. در راوند پنجم میراقا مبارز برنده خواهد بود یا محمد رضا ریگی از ایران. باید از داخل قفس خارج شوند مربیان و بله باید است کوچه از داخل قفس خارج شوند و مبارزه آغاز شوند. میراقا مبارز در برابر حریف ایرانی خودش قرار میگیرد. راند پنجم راند سرنوشت‌سازی است. سه بار میراقا مبارز آکن آکن هم میخواهم فایتر فایتر این را دیده خواهد بکنم. میراقا مبارز بله واکن برتر میدان بوده و قسمی که معلوم بشه فایتری خوب است و از توانایی خوب برخوردار است. هر دو مربی در کنار قفس هستند، هم باز محمد مبارز و هم مربی ایرانی و همچنان منتظر هستیم ببینیم سرنوشت این رقابت در راند پنجم چی خواهد بود. مبارز چرا 27 سال سن به روز میخواد و
حریفی که در خاک رو است محمد نزارگی 24 ساله هست از کشور ایران و به باره سمچنان تحت فشار کار بتر چیکار میخواه بکنه دیسنه؟ خب دیسنه چون معلوم است برای شما فایترهای ما در حدود 20 دقیقه بیشتر فایت کردن و توانایی بدنشان یعنی روی باید بوم است و کم آفرینشان که تا 5 راوند 5 دقیقه بخواهیم این راوند هم باید بوم برسانن و خسته است اما حریف نیدی باشم خوب بکنم این آخارا خود به قسمی کنون بشه البته این کفل نیسته که چی داشته باشه فقط به خاطر از این که زربه سایه کنه و زربه زده نتونه فعالیت نداشته باشن تا دوبار مسابقه رو روی پایلا این آخابا بارز همچنان حریف در خاک خود داره خوب در این حالتا امکانیت دیزی میره که دوباره وسط مسابقه رو سر پایلا کنه به خاطر از این که فعالیت ها کم است اما بیره خواب کم کم فعالیت بکنن خوب این فعالیتی نیسته که ما مثلا هست هر جه حساسیت جسدی هست تشویق تشویق از روی هواداران تشویق در افتخار افغانستان استدیوار بایرق سیرنگ پر افتخار ما باید یاد آور شدم که مهمانان ایرانی ما از میزبانی مردم افغانستان از خونگرمی مردم افغانستان واقعا راضی بودن و تشکری کردن خاص هم از دستاندرکاران ما در اتاق فرمان و تلویزیون جهانی خورشید که با تلاش بیوقفه این رقابت ها را به شکل زنده و مستقیم تبدیل به همتمام خوب ما در سراسر افغانستان به جهان کردن میراقا مبارز همشان و حریف خودش را در اختیار دارد واسه میراقا حکم هنوز هم نمیخواه تو این رقابت را سرپا اعلام کنه میراقا مبارز لحظه به لحظه به لحظات پایینی راند پنجام هم فیزیک بشید فکر میکنید که با این روند راند پنجام هم به پایین میرسد خوب قسمی که معلوم بشه سه دقیقه راند سرگاه و پشتسر تفاقه یک دور میشه برای این دورانی اما اختار نمیکن اگر هم واسه حریف ایرانی در خاک فایتر ایرانی بخواهی که از خود دفاع کنه فقط از ضربات خود دفاع کنه فکر کنم در این احساس فایتر ایرانی چیزی برای گفتن نداره معلوم دارست که این فایت مکمل به نفع فایتر ایرانی میرخو آفرین میرخو مبارز حریف تحت فشار قرار میتا میرخو مبارز همچنان میرخو حالا محمد قضا دیگی در خاک او هست میرخو فشار داره میرخو مبارز تصیح خود داشته باشه و از در حدود آن وقتش نیست که حریف رو بختار بگیره خوب این دوار وسط تصمیم گیرنده است ولی نه حالتی نیست که اختار نداره در این مسابقه همچنان میره خوب باره از حریف در خواب خودش داره و در اختیار داره میره خواب که باره از موباله چه از داره بگم باقی سی و نو یه چشاره میرخا مبارز در لحظات پایانی میرخا در لحظات پایانی رفت پنجم میرخا چکار خواهدن میرخا مبارز میرخا مبارز باله